سلام دوستان، امروز من به آشپزخونه شما اومدم و یک کیک بی‌نظیر گردویی برای شما آوردم. شروع میکنیم. تخم مرغ 3 عدد، شکر 1/2 پیمانه، گردو خرد شده 170 گرم، وانیل کره 100 گرم، آرد 2 پیمانه الک شده، شیر به میزان لازم. ما اول در ابتدا یه پنس نمک داخل تخم مرغ ریختیم. تخم مرغ ها را هم نطفه هاشو میگیریم که این اون بوزخ مرغ نده. شکر اضافه میکنیم. حدود 1/4 قاشق چای خوری. از این قاشق های چای خوری من استفاده میکنم که در دسترس همگی باشه. وانیل اضافه میکنم. از وانیل مایع میتونین استفاده کنین. اگر از وانیل مایع استفاده کردین، یه قاشق مربا خوری استفاده کنین. و حدود 5 دقیقه ما اینا رو میزنیم که کشدار بشه. دوستان مشاهده کنی اینجور کشدار شد تخم مرغ ما و در این مرحله 100 گرم کره داریم. ما این کره آب شده رو بهش اضافه میکنیم. و حدود 1/2 پیمانه شیر اضافه میشه. من چشمی کار میکنم دوستان. و دوباره میزنیم. دوباره تند همزن. در حد مخلوط شده. خب. در این مرحله ما آرد رو کم کم اضافه میکنیم. 2.5 پیمانه ما اینجا آرد داریم، ولی ممکنه تمامی این آرد مصرف نشه، چون آردها با هم دیگه یه مقدار متفاوت هستن. مقدار آردو که زدیم، گردوی آسیاب شده رو بهش اضافه میکنیم. تا
تمامی گردو اضافه میشه. دوستان تا حدی میزنیم که هیچ گلوله از آرد باقی نمونه، تمامی آرد مخلوط بشه، صاف و یک دست در بیار. غلیظیشو ببینی؟ مانند ماست باید یه مقدار غلیظ باشه. قالبو از قبل من کاغذ نسوز انداختم توش و مقداری چربش کردم. سطح روی کیک رو صاف میکنی. و در فریز 180 به مدت 30 دقیقه حرارت دو طرفه این کیک رو قرار میدیم. میدیم که بذاریمش توی فر. دوستان کیک ما از فر بیرون اومد. من قالب میزنم. باید بذاشتم یک کمی خنک‌تر میشد ولی خوب اشکالی نداره. Thank you.
دوستان، برای این کیک ما از خامه استفاده نمی کنیم. یه کرم درست می کنیم. با این کرم این کیک رو تزیین می کنیم. شروع می کنیم. 2 عدد تخم مرغ که نطفه هاشو گرفتم داخل قابلمه و مقداری اسانس لیمو می زنم. شکر. مقداری وانیل و 2 قاشق غذاخوری سرپر نشاسته ذرت اضافه میکنیم. دو لیوان شیر، 50 گرم تقریبا کره اضافه میشه. میریم سر گاز که این کرمو بپزیم. دوستان سر گاز گذاشتیم که این پخته بشه و غلیظ بشه کرم ما. تا غلیظ شدنش بعدا من بهتون نشون میدم غلیظتشو. دوستان کرم ما کم کم داره غلیظ میشه، ببینی حالت فرینی میشه. کرم ما آماده شد. بعد از خنک شدن این کرم مقداری سفترم میشه. حرارت رو خاموش میکنی. کرم آماده است. میذاریم خنک شه. بعد کیک رو تزیین میکنی. دوستان به این مرحله رسیدیم که کیک ما حاضر شد. کرم ما حاضر شد. و کناره های کیک من ریختم داخل آسیاب، آسیابش کردم برای تزیین روش. شروع میکنی. یه مقدار از شیر رو روی کیکمون میریزیم. یه مقدار مرطوب بشه و کرم جذب بهتری داشته باشه. کرم لیمویی ما تقریبا خنک شده. از کرم رو سطح کیکمون میذاریم. این کیک فوق‌العاده خوشمزه است. یه عصرونه خوب و خوشمزه برای روزه که حواسی شیرینی خوب میکنی. یه عصرونه خوبه. دوستان سطح روشو ما صاف میکنی و لایه بعدی رو قرار میدی. دوستان لایه دومم قرار میدی. باز کمی شیر.
مرطوب میکنی. و باز از کرم استفاده میکنی. این کیک فوق‌العاده خوشمزه، خوش‌طعم و خوش‌عطره. به خاطر اسانس لیمو و وانیلی که داره خیلی خوش‌عطره. دوستان سطح روش رو صاف میکنی. از این کناره های کیک که من پودرش کردم برای تزئینش روش میپاچی. و با سس شکلات این سس من توی یخچال مونده، یه مقدار صفر شده نمیاد. شما زیاد جدی نگیرید. دوستان با سس شکلات متزنش میکنید و این به مدت 3-4 ساعت در یخچال قرار میگیره تا خودشو بگیره و آماده سرو باشه. موشه جان خیلی خوشمزه است. تا یه روز دیگه و یه ایده جدید همگی شما رو ببینم.